دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدیم. بعد شما واقعا فاصله زیادی تا 40,000 تا دیگه خدا وکیل نداریم، من میگم 100,000 تا، شما میگید آقا فاصله زیادی 50,000 تا زیادی، واقعا دیگه 4 تا ساب ملو بزنیم به اتفاق 40,000 تا میشیم. میریم با هم دیگه کامنتاتون رو میخونم و میرسیم به اجرای رانندگی در مستی شاهین نجفی در کنسرت اخیرش که در استکهلم بوده. میریم مفصل با هم بررسی کنیم. فقط بچه ها چیزی که باید بهتون بگم اینه که این ویدیو، یعنی این کنسرت، کپی رایت خیلی سنگینی روش داره و از اوناست که احتمالا ما تو تدوین بعدم باید 2000 تا کات بزنیم. خواستم پیشا پیش بهتون بگم که متاسفانه این هم از اون دست ویدیوها خواهد شد که هم خیلی طول میکشه که من اینو بتونم پابلیش کنم، بعد احتمالا آپلود کنم، کپی رایت میخوره، دوباره کات بزنم، رندر بگیرم و اینا. خواستم پیشا پیش بهتون بگم. نورپردازی و نورپردازی گامامشو اول در بیاریم ببینیم که داستان چه. چه خبره؟ اورجینال می بود، الان آهنگ ره. هوشمندانه است این کار. خیلی از آرتیست ها کنسرتشون رو نسبت به آلبومشون نیم پرده یا یک پرده شلتر میکنن که راحت تر بخونن. به طور مثال ما توی The Voice امین این آهنگ رو تو میخوند، الان ایشون داره تو ره میخونه. اورجینالش هم تو آلبوم تو می بود تا اینجا که من خاطرم است. بنابراین ایشون یک پرده شل کرده که این نوت‌های پایین زیرو که نمیدونم حالا یادم این سی و اینجور چیزا هست و یک پرده شلتر بخونه. پس ریف های ما از ره شروع میشه، ده میرفتیم رو درجه سوم، یادتون باشه، چهار، اصل ریف. واه چه تنظیمی، چقدر خانوم درامر چقدر ما ساز بادی داریم، چه تنظیمی، چه میکس پروسس شده بعد از کنسرت. حالا ما تو کنسرت نبودیم مردم دارن چی میشنم، ولی چقدر خوش میکسه، چه ریکورد خوبی از کنسرت شده، چه اوه 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 چه پاساژی، در دو دو در دو دو در دو دو در دو دو اینجوری دیگه. ببینم چه نوتایی رو داره میزنه. بچه کار داریم تو می باخوام باشه. بله ما این پاساژا رو داریم هول کردیم. ببینیم مین ریف رو میزنه، بعد انتهای میزان آخر که میخواد بره رو تکرار ریف، اینسترومنت های بادی و همچنین بیس میگن در تو تو در تو تو داون داون دی تک تو داون در تو تو داون داون دی تک تو داون در تو تو داون داون در تو تو در تو تو داون داون دی تک تو داون. و مین گیتار داره میگه، اونجا که داره مین گیتار میگه، اونجا دارن اینسترومنت های دیگه پاساژ میزنن. گوش کنین میشتم این دره دو 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 نزد الان کنف شدیم. به حال بعضی موقع زدن چلو ملو همه چی فوله، رخ کار شاهینو اومده که استیج رو جر بده. سیخ شد سیخ شد نشد داریم میسین که امشب.
واه چه بند فول تکمیلی، چلو داریم، ویولون داریم، کلی ساز بادی داریم، دو تا الکتریک داریم، یکیشون آیبانز آرجی سری که از پشت دیدم فندر بود، بیس داریم، درامز داریم، فول پک داریم. شیوم شومو دیدین چجوری خون؟ خیلی ایشون هر 10-20 کنسرتی که با هم دیگه از شاهین نجفی ریت کردیم واقعا ایشون ادای واژگان رو منحصر به فرد و پر از احساس بیان میکنه در کنسرت، حالا امپیتریا بماند. آره کلا، ببین میرسه رو چجوری هنجره رو داد پایین. راجبه قبلنم یه کنسرت داشتش که نور رو دستمستاشون بودن، یادم نیست اسم ترک چی بود، قبلا راجبه این صحبت کردیم که ایشون راجبه هر کلمه واقعا پلان داره، یه جوری ادا میکنه که احساس کامل منتقل میشه. هر روز به قطع میرسم و شعر من فقط شده دیدین چجوری با کمپرس هوا و میکروفون داینامیک داد و فید اوت شد، و اون زیر چقدر گیتاریستا دارن در اختیار بند، چه بند مچی هم هست، نمیدونم حالا کیان اینا، بند خود شاهینه یا بند اون برگزار کننده کنسرته، به حال چقدر در اختیار بندن، داره گین رو کم کرده، اون فندریه داره میزنه چون صدای فندر دارم میشنوم. البته آیبانزی هم میتونه اگه ببره رو پیکاپ وسط و با مولتی افکتی که زیر پاشه گین رو کم کرده باشه، والیوم رو خوری کم کرده باشه، این صدا از تو آیبانز هم در میاد، ولی خب مشخصا فندر، صدای فندر رو داریم میشنویم. یه افکت مثل واه زیرشه که داره فانکی ریتم داره میزنه، گوش کنی. ما حالا چون EMG پیکاپ متال هستیم، فانکی مانکی ما تعطیلیم، ما فقط خرکی متال بزن جر بدهیم، ولی فندریا فانکی خوب با لو گین میزنن، خیلی مشتی. آن ترانه هم جلوش این نگاهی که به سمت پایین داره، هر وقت دیدین که تو کنسرتی یه خواننده اینجا رو زیاد نگاه میکنه، بدونین که ترانه جلوش داره ترانه رو نگاه میکنه. باری کلمه چه دراپ های قشنگی میزنه ایشون، این اوستای این کاره، اوستای این کاره. چرا؟ چون که تو مصاحبهش بود یا شما کامنت گذاشتین چی بود که ایشون قاری قرآن و حافظ قرآن و خلاصه اکسنتای عربی قرآن طوری این کارهای این تیپی و خیلی بهش مسلطه، کارهایی که اغلب ما نمیشنویم در موزیسین های راک و پاپ و اینها. نگاه ها زیاد پایینه ها شاهین خان، اگه شما حفظ نیستید کار خودتو. چیز زیبایی که الان دارم میشنوم پداییه که دارن ویولونیستا میگیرن، و شما چقدر تنظیم زیبایی از این ترک میبینی. چقدر فاصله با میکروفونش عالیه و چقدر خوب صدا برداری شده، چه گین خوبی بهش دادن. اگرچه الان ما داریم تو میکس این مقدار صدای وکال رو کم میشنویم که حالا نمیدونم چرا، ولی میبینین که میکروفون، همین میکروفونی که اینجا هستش، شور اسم 58 که بهترین میکروفون کنسرت هاست، و ایشون فاصله گذاریش اونقدر خوبه که خیلی ما داریم گین مرتبی از صدای ایشون میشنویم. چی داریم میشنویم توی اینسترومنت ها؟ اولین بارم از تو کنسرت های حداقل من دارم در کنسرت های شاهین این تیپی میبینم، ما داریم یک ترکیبی از نوت ها رو توسط بند میشنویم. اغلب حالا چیزایی که ما تو ایران دیدیم تو کنسرت های پاپ، حالا راک که ما نداریم، تو کنسرت های پاپ اغلب نوت های روت 3 و 5 رو میگیرن و خدافظ شما، ولی ما اینجا داریم فواصلی میبینیم میزنن که این فواصل بسیار پرکننده های صدای نوعی هستن، نه صرفا 1 و 3 و 5 کورد. تنها به جرعه های فراموشی
واه، پس اینجوریه، قشنگ فهمیدم داستان چیه. اینسترومنت ها اینجوری چیدمان شدن که ملودی هم دارن میزنن، در واقع آکورد ها هی دارن صعود میکنن به عنوان زمینه ها، هی نوت های صعود کننده که حس رایز به شما بدن، بعد فرود میکنن. بیسیسته درد همچنان داره میزنه اون پاساژی که گفتم. خب میرسیم الان به کورس دیگه. ما الان یک ورسی از شاهین دیدیم، فول احساس، تیونینگ عالی، احساس عالی، داینامیک عالی، تمپو نگه داشتن عالی. قبلا هم در شاهین 100 بار دیده بودیم، واقعا ایشون لایواشو خیلی خوب برگزار میکنه. درامر خانوم چه تاچی داره؟ کلا درد گیتاریست، نمیدونم کدومشون بود، اون آیبنزی بود یا اون فندریه، ولی درد بعد میگه فوق‌العاده دلچسب. و خودش چه تیونینگی، چه نوتیو میخونه. خیلی من عاشق این آهنگم، واقعا این آهنگ خفنه. زیرترین نوتی که الان خوند سول بود، اورجینال لا هست دیگه، ایشون آخر ریسک نکرده تو کنسرت ورجه ورجه داره به پره پر داره، خیلی هم ورجه ورجه ایشون میکنه، نخواسته که خودش وقتی توی نوتی بندازه که نتونه پسش بر بیاد. به به اون اکسنت که داون داون داون، اینجا که این نوت ردیز، اینجا شما ببینین که چجوری انقطاع رو ما در سازهای بادی میبینیم. این بهترین تنظیمیه که من تا حالا تو تاریخ کنسرت آقای شاهین خان دیدم. به نظرم این بند رو برداره همیشه با این بند بزنه. ما همیشه راجع به این بندای اجرای کنسرت شاهین کامنت داشتیم، الان یه بند مچ، اینا از کجا اومدن؟ خب اینا همیشه میزدن برای شاهین دیگه. چه عاشق اون پاساژی شدم، ما هر کی اینو ساخته خیلی خوش سلیقه بوده. گیتاریست هم میگه خانومه. رفت یه پرده زیرتر لا شد، باری کلا لا در کنسرت کار هر کسی نیست. بله دیگه، از شروع کرد ره فا. هی لاسول لاسول لاسول، گوش کنین. وای چه پاساژ داره، همه بند زهیا بادیا بیس گیتار، گوش کنین پاساژ. عاشق پاساژ نمیشین بچه؟ موسیقی وقتی خوب در میاد روان موانو میریزه به هم. سیخ شد اینجوری بگم، الان دیگه سابسکرایبر های صفحه من فقط فکر کنم با سیخ شد میگیرن منظور چیه. واقعا سیخ شد سیخ نشد، اون چیزی که ما میگیم و بیان میکنه. البته این دیگه از بحث سیخ شد خارجه، این واقعا بچه این سیخ شد نیست، این کدومه؟ این اونیه که این سلولای شما که اینجوری در هم تنیدن. خب این نوتای درست موسیقی، تنظیم زیبای کار، نه اشکول تپیان، تنظیم زیبای کار. میره این امواجن دیگه، این امواج میاد تو بدنت، میره تو سلولات، یه کاری باهات میکنه، اصلا خلوچل میشی. گوش کن پاساژو.
اینو یک ارکستراسیون این کار رو یک سمفونی باز تدوین کرده و نوشته. منو یاده، حالا اشلا قابل مقایسه نیست، ولی به حال یاد کنسرت های متالیکا با سیمفونی اسنه مگه شنیده باشی میندازه. البته اون اشلش دیگه واقعا فرا تصور بود، قابل مقایسه نیست، ولی یادمون میندازه این تنظیم، این نوتایی که صعود و فرود میکنن رو فقط یه سیمفونیک باز میتونه بنویسه. همینجوری هر کسی اینا رو نمیتونه بنویسه. خیلی این کاره بوده. درامر چه تاجی داره؟ داون 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 زده ضربن دیگه. چقدر زده ضربه رو درامر خوب میزنه. بند اون گیتاریست همونی نیستش که تو برنامه دوویس بود، حالا الان کات میزنم شما ببینین فندریه، این تو دوویس هم بود. آها استوکهلم هم هست، نکنه این کلن بند دوویسه، چون اونم بند خوبی بود. همینطور راجبمون کلی حرف دارم، ولی به حال بند خوبی بود. آره دیگه، اونم فندر داشته، فندر سفید صورتی کرم تور بود، روشن بود. من خودم یه مقدار کوررنگی هم دارم، همه چیزو سفید میبینم، به همین خاطر خیلی محکم نمیگم سفید بود، ولی اونه. درست میگم، این رفت توی اون نیم پرده دیگه. باریکالله یه ماهی که تو آباریون زار میزنه. خب این کار که شما که ترانه خودتو که حفظی شاهین خان و 2000 بارم که خوندی، این کار فول محسوب میشه. یعنی یه بار میفهمه شنوند، یعنی بیننده، حالا هم بیننده حرفه‌ای که قشنگ میفهمه، بیننده غیر حرفه‌ای هم بعد از این مدت نیست. شما باید آی کانتاکت به تماشاچی کنی، نه اینکه بیای اون پایین ماینر نیا کنی، هی باید ترانه رو داری نگاه میکنی دیگه. جا متوجهی؟ این کار جذابیت بصری رو خیلی پایین میاره. شما به جای اینکه شما میکروفون رو تماشاچی زول بزنی با هم آی کانتاکت توپل کنی، هی تو ترانه باشی. گیتاریست این کار واقعا کار بلده. اگه همونه که همونه، حالا اون آیبانزی، اونجا آیبانزی نداشتیم، این جدیده، خانوم هم اصل از داره آیبانزی، ولی اون فندریه که همون قبلی است. اینا خیلی یه استایل راک و فانک و خیلی خوب مسلطن. شما قشنگ می‌بینی که چقدر خوب نوتا رو تو آکورد پر می‌کنه. یعنی اینجوری نه گرفت آکورد 5 رو بگیره، مثلا رمینور رو، هی رمینور بزنه، تک تو تک تو در تو در تو تک تک، این کار رو با دست چپش می‌کنه. بسیار ترتمیز و فانکی استاندارد. چه لباس خوبی داره شاهین. پرکاشن داره بند و بند خیلی تکمیل و مشتیه، ولی خب الان شاهین اکتش اینجایی که مستیه، دوست داشتم یه تلو تلوی واقعا میخورد و یه اکت توپلتری میزد، چون فکر کنم هر کی یکی دوتا آهنگ اجرا میکنه شاید هم یک آهنگ دیگه، شما باید فول اکت تو بزنی شاهین جان. چه نور پردازی خوبی. یا مثلا انتظار داشتم که اینجا یه خور دیستورت بیشتری بده. به هر حال شاهین شاهدم وقتی که یک پرده بم کرده تو ورسا خودم به مشکل میخوره دیگه، مثلا ورسا دیگه براش سخت میشه، ولی خب جا داشت اینجا دیستورشن بده به صداش. بله اون فندریه رو داریم پشت میبینیم، همون آقای دوویسه. برگرد خونت تا اگه با خبر باشیم. بند داره عشق میکنه، شما روخ بیسیستو داره کیف میکنه، اونقدر که این آهنگ خوش ریتمه، اونقدر که این آهنگ خوشگل، این خارجی ها هم دارن حال میکنن. اون یارو کیبوردیه چقدر ارگ بازه، چقدر حال میکنن با بند. روز به قطر میرسی و شدت و فقط
حالا میرسیم به کورس. ایشون به نظر من ورسا رو پایین تر از اون تصور و انتظار من اجرا کرد از نظر اکت. فکر میکنم زیاد از اندازه چسبید به پای میکروفون به خاطر ترانه. یعنی من انتظار داشتم که اصلا با پای میکروفون کاری نداشته باشه، میکروفون رو بره این ترانه رو واقعا حفظ باشه، میکروفون رو بره جلوی تماشاچیا. با تماشاچیا من خیلی کانتکتی ندیدم ایشون برقرار کنه. این کار توی کنسرت ها خب یه پوان منفی حساب میشه. شما باید بری همش با تماشاچی سعی کنی که تو کورست که خب باید جیغودات بزنی، فرصت این کار نیست. تو ورسه که این فرصت داری با تماشاچی بگی میکروفون رو به سمت اونا بیاری، یه شوری یه فلانی که اونو ایستاده بودی و تمام نگاهت به ترانه بود و یه مقدار من از نظر پرفورمنس ایشونو انتظار بیشتری داشتم. حالا اون دراپ های MP3 رو هم نمیزنه، یه مقدار آهنگ کلا برای خودش ساده کرده شاهین. اون دراپ اینا رو ما نمیشنویم، ولی در نتیجه نهایی فوق العاده است. یعنی ما داریم یک پرفورمنس فوق العاده از بند میبینیم، به علاوه نورپردازی بسیار شلوغ و خوب. اگرچه نورپردازی خب انتظارم نمیشه داشت، حالا شاید هم میشه داشت نمیدونم، ولی نورپردازی منطبق با ترک نیست، یک نورپردازی کلیه. یعنی اون نورپرداز انگار اصلا در جریان این ترک نیست که کجا باید چی روشن کنه، سینک باشه با مترونوم آهنگ. حالا شما تو کولد پلی مثلا دیده باشین متوجه منظور من میشین که من دارم راجع به چه اشلی صحبت میکنم. به به من عاشق این داون 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 شدم از سازای ترکیب صدای زهیبادی. خدا کنه سوله داشته باشه باری کلا. ترکیب این نوت لا سول لا سول و و و و و وکال و اون لحظه که در دو دو در دو دو پاساژو گوش کنین، چی میخوای دیگه از موسیقی؟ چی میخوای دیگه از موسیقی؟ من امیدوارم که اونایی که اونجا هستن فن موسیقی راک باشن و کیف کنن. اگه صدا برداری هم خوب باشه و ولوم مشتی بهشون داده باشه. چی شد؟ سولو کیبورد داریم. فکر کردم که مثل The Voice یهو تو اوج تمام که سولو کیبورد داریم. چقدر پاساژ درام با تاچ خوبیه این دختر. این خارجی های خوبی که دارن بچه، برعکس ما که هنرمند ما باید 15 تا کار بکنه، هم دکتره هم مهندسه هم راننده اسنپه هم نجاره هم بقاله هم موزیسینه، برای اینکه نمیتونه از پس خرجا بر بیاد. اینا یه کاریو میکنن همون کار خدافظ، شما زندگیشون هم با همون میچرخه. اگه نجار فقط زندگیش نجاریه، با همون نجاری هم زندگیش میچرخه، بنز و بی ام اش هم خریده و خلاصه زندگی تامین، زندگیش نجاریه واسه همین نجار قابلی میشه. موزیسین هم زندگیش با موسیقی قشنگ جریان داره و درآمد داره و فلان داره، زندگیش موسیقی. ما خارجی ها رو میبینیم واقعا میبینیم اون کسی که داره رو استیج میزنه جویده سازشو، درامر تاچ و فیلینگش جویده کارو و بقیه ها. حالا ببین سولو کیبورد رو بشنویم، اصل کار سولوه. باریکلا. آها اکتا اومد. یه چیزی که من الان تو تصویر دیدم، تماشاچی ها داشتن با شاهین دست میزدن. یه ضعف که تو صدا برداری این کار هست اینه که صدای آمبیانس سالن رو حذف کرده. اصلا یکی از زیبایی های کنسرت صدای جمعیته.
شما باید میکروفون میذاشتی صداها رو میگرفتی، صدای دست زدن، شور و هیجان رو تو کار میکس میکردی که کامل حذف کردی. نحوه سولو نوازی ایشون هم تو کیبورد منو یاد دی پرپل و پینک فلوید و اون تیف صدا ارگای اونا میندازه. معلومه راک باز طرف خالتور نی. اه با. کجا سولو گیتار اومد؟ یک سولو گیتار براتون تحلیل کنم، عشق کنی. سولو گیتار اومد، وایس. این آقای فندریان دی وایس میخواد بزنه سولو رو. همینجا وای میسیم چه خبره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. گیتار با اجازه کی؟ سولو گیتار شما با اجازه کی؟ خب از فرم دستاش هم فهمیدیم که چی داره میزنه. تریوله تو چه پوزیشنی؟ مینور پنتاتونیک. چه فرمتی؟ سنوت. سنوت یه بار دیگه ببینید از اینجا برابر برابر برابر. یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه. تریوله های مینور پنتاتونیک رو ره میزنیم. میخوام میگم که چجوری، چون کلی سوال بعد زمین پرسیم که آقا تو چجوری سری تا میبینی و تا میشنوی اونو در میاری. البته بچه بارها بهتون گفتم که این تجربه میخواد دیگه، یعنی من تو یه جمله براتون میگم ولی این 20 سال 20 و چند سال نوازندگی پشتش که شما تا میبینی تا میشنوی پوزیش باید خیلی لیک زده باشین، خیلی موزیک تحلیل کرده باشین، خیلی لیک باید زیاد زده باشین. به هر حال چیزی که داریم میشنوی میبینیم پنتاتونیک سنوت سنوته. برابر برابر تو دهنم تمپو رو میارم پایین متوجه بشین. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 تو مینور پنتاتونیک شروع میکنم رو پترن 1 پنتا. این بود دیگه، نه حالا خیت نشیم. یه رین توی درم شنیدیم. ما فعلا همون جاییم، یعنی دوباره گفت بند سیم سر زد، یعنی گفت بعد از اینکه رین توی دکه بعد اینجا تو پنتاتونیک بازی هاشو که دوباره به روت ره ختم داد. الان داریم تو پوزیشن دستش میبینیم رفته رو سر دسته. اگه رو پنتاتونیک باشه احتمالا پترن چهار باشه، اگه یعنی این هولو باشه. اگر روی دیاتونیک باشه رفته باشه روی پترنی که فرمت استراکچر ظاهری پترن دوباره چهارم میشه. پس ببینیم که یعنی این صداها رو اگر که تو پنتا باشه بگی نه ببینیم چی میزنه. همینجا باید میستیم. بله صدای دیاتونیک شنیدیم. از کجا؟ ببینیم پنتاتونیک فواصلشون نسبت به همدیگه یک پرده و یک کنیم پرده هستن، ولی دیاتونیک تو خودش نیم پرده داره. ما این صدا رو شنیدیم. حالا من دیلی هم الان فکر کنم زیاده، باید بعد از اینکه یعنی چیزی که من الان دارم میشتم حالا سعی میکنم تو رندر دیلی رو کم کنم شما نشنوین. این الگو رو زد. دوباره هی رفت پایین تا دوباره اکتاوشو زد و رسیده به این بندی که احتمالاً همین نوته به ره. بله بازیه این تیپی دیگه. در واقع کل استراکچر سولو که خیلی مرسوم است در موسیقی را که شما تو پنتاتونیک باش از صبح شب شما بچه باید لیکباز تیر باشین، هرچی دوست داری بزن. مثلا بگو پنتا دیگه، پنتا باز تیر باید باشین، یا لیک ما اینجا زیاد داریم مثلا
بعضی شلوغ بازی‌ها این کارهایی که راکرا میکنن تو پترن یک پنتاه اون گام شلوغ بازی میکنن. این یه الگو بود که خیلی دیگه سلطان مرسومیته. بعد رفت توی این فاز دیاتونیک که جو ساتریانی از این کارا زیاد میکنه و در رفت دوباره اکتاوش رو زد دوباره برگشت پنتاتونیک همونجا دوری زد شروع بازی کرد روی بند و فلان به نوتای روت ره و مه و اینا رفالا خلاصه یادتون باشه به رفالا باید خط بشه رفالا خط کرد و تموم شد. اگرچه من انتظار داشتم شروع بازی خفن تری هم راه داشت حالا یا به تبحر نوازندگی ایشون برمیگرده یا شاید نخواسته من که حالا ایشونو نمیشناسم ولی راه داشتش که خیلی الگوهای خفن در قیچی مثلا با تپین قاطی کنه خلاصه خیلی کارهای دیگه یه میتونست بکنه که مرسومه ها ولی سولوی بسیار زیبایی بود. سن و سال نوازنده ها رو ببین اینا مثل ماشین برات میزنن از این سشن پلیران که هرچی بذاری این مترونوم این ربات این گیتار پرو نمیم حالا شما چی از اینایی که گفتم کدوم ها رو میشتسین اینش رو برات میزنن جوست یه مجرم فراری شدی که تو زندگی راجب یه همه چی حرف زدیم به غیر از بیس. بیس ایشون هم روتا رو میزنه هم تو ضرب و زده دوم 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 و هم نوتهای ملودی پرکننده آکوردا رو میزنه یعنی این داره میگه بوم بوم دوم دوم برد دوم 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 در دوری در دور در در دوم 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 یعنی طرف هم تا چه خوبه سرکوردا رو میگیره هم ملودی های زیبای توش رو پر میکنه اینا جویدن سازو ببین دریم تیاتری نمیزنن و بگید سازو بیان اینجوری برات پاره کنن و نمیدونم با دندون بزنه و اون یکی با چه میدونم با فلانش بزنه اینجوری نیست ولی اونی که میزنن جوست و تمیزه. آره روخو چه شعبی تو چهره شاهیم رو ببین وقتی کار خوب در بیاد بند خودش حال میکنه خواننده حال میکنه تماشاچی حال میکنه الان ما داریم حال میکنیم یعنی من اگه اونجا تو بند بودم اصلا من دیگه این چیزا حالیم نبود من بچه اگه تو بند بودم صادقانه میگم من اون پشت وای نمیستدم یه سر میومدم وسط آقا ولکم بابا بیا بزنیم پاره کنیم گیتار رو میآوردم تریپ اسلش از تو کنسرت مایکل جکسون بیا تو بزن به بند میگفتم آجی تو آکوردا رو ادامه بده سولو 3 ساعت نور فلش جربازار سیخ کننده باریکلا ایشون واقعا تیونینگ و زیبا ارائه میکنه ها. این نوت لا خوندن بارها گفتم لایف خوندنش واقعا سخته ایشون ورجه ورجه هم میکنه لا رو هم میخونه و واقعا یه لایف خون فوق‌العاده است عجب لایویه ولی همه جمعه میستیم دیستورت هم انداخت تو صداش توقف و دیدین که چجوری گفت ولی یه فالس کورد زیر زیر صداش انداخت توی اون اکتاب بسیارم فوق‌العاده بود خیلی خوش‌حس بود من انتظارشم زیاد تر این کار رو بکنه البته دیدیم که فاصله میکروفون از دستش زیاد بود ما خیلی جاها رو نشدیدیم نمیتونستم گین رو زیاد بکنم برای اینکه فیدبک میداد نسبت اینجا 100 تا الان میکروفونه تو این استیج دیگه یه بعد میکروفون رو نزدیک‌تر به خودش بکنیم شفاف‌تر صدا رو بشنویم اینجا وای میستیم اینجا الان چه خبره درامر داره فضا سازی میکنه اون سولیسته داره اون نوتایی که من گفتم و بالاخره داداش من الکی که براتون حرف نمیزنم اینا رو داره میزنه ولی با پدال وا و پیکاپ میرم پایین پترنای پنتاتونیک
پترنای 4 نوت 4 نوت خوراک اینجور شلوغ بازی است. پترن 4 پنتاتونیک، پترن 1 پنتاتونیک، 4 نوت 4 نوت. پدال واه میزنه، من پدال واه اینجا تو ترکیه ندارم. با پدال واه خوب شلوغ میکنه، اونم که داره فضا سازی و نور و فلان، خوراک اندینگ. یک اجرای فوق العاده، بهترین اجرایی که تا حالا من از شاهین نجفی دیدم این بود. چه بندی، مرسی از پیشنهادتون، امیدوارم که لذت برده باشین. بچه اگر این زیاد کات میخوره توی تدوین و اینها، پیشا پیش ازتون عذرخواهی میکنم. میدونم که براتون یه ذره ممکنه که جذاب نبوده باشه، ولی به هر حال مشکل کپی رایت داریم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار. دوستتون دارم شدید به مدت مجید. خداحافظ. Thank you.